من اول سلام میکنم، خیلی خوش آمدید. من بهروز مرباقی هستم، دانش آموخته معماری، عضو انجمن مفاخر معماری ایران، معلم دانشگاه، دفتر مشاور معماری و شهرسازی داریم و در قالب فعالیت‌های حرفه‌ای و فرهنگی که داشتیم این خونه رو احیا کردیم و دفتر کار خودمون و دفتر مؤسسه فرهنگی هنری اردیبهشت اودلاجان شده. علاقمندم توضیح بدم که ما یک گروه نسبتاً بزرگ هستیم از معمارا و هنرمندا و مجموعه دارها که از حدود 5 سال پیش در پی این هستیم که دفتر و زندگیم رو بیاریم به بافت تاریخی. اینکه چرا این کار میکنیم، یه بخشش ممکنه شخصی باشه ولی یه بخش عمدهش این هست که ماها به این نتیجه رسیدیم که علت افول بافتهای تاریخی شهرهای ما کوچ آدمهای اصیل و آدمهای مؤثر اون بافتها از اونجاست. نمونه مشخصش هم همین محله اودلاجان است که در این حال که از محله‌های بسیار فاخر، معتبر و تأثیرگذار در تاریخ معاصر ایران بوده، به مرور مهجور شده و در حال نزار هست و اگر شما آمار ساکنین اینجا رو داشته باشین شاید 5 تا 10% حد اکثر از ساکنین قبلی اینجا رو میتونید هنوز سراغ بگیرید که اینجا هستند. حالا در خصوص محله اودلاجان حرف و حدیث زیاد است. متاسفانه در سالهای متمادی و متعدد نقشه هایی بوده است که این بافت و این محله کلن تصحیح بشه و به اصطلاح نوسازی بشه. شاید اولین طرحی که در این مورد هست مربوط به سال 1340 هست که شهرداری تهران بانی یک طرحی بود که محله اودلاجان به 8 قسمت تقسیم میشه، تمام خانه‌ها خریداری میشه، تصرف میشه، تصحیح میشه، کاملا صاف میشه و بعد دوباره شروع میکنن به ساختن. داستانش خیلی عجیب غریب و غم‌انگیزی داره. من فقط به این اشاره کنم که وقتی رسیدم به اینجا که خیلی خوب این کار باید بکنیم، بایستی پول فراهم بشه. پول از کجا بیارن؟ گفتن یک شرکت درست میکنیم. شرکت به پشتوانه بانک ملی قرار بود درست بشه و در قالب اون شرکت بیان زمین ها رو بخرن، خونه ها رو بخرن و تصحیح کنن و بسازن. جالب این هست که سهامدار اصلی این شرکتی که به پشتوانه بانک ملی قرار بود تأسیس بشه اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی بود. یعنی اساساً انگار که اینجا تخریب میکردن که مصالح بفروشن. خب خوشبختانه اون موقع پولشون جور نشد و این اتفاق نیفتاد. اسکناس ساختمانی میخواستن چاپ کنن، نشد. بعد سال 42 دوباره همچین طرحی بود. سال 46 بانک رهنی آمد این کارو کرد. اصلا برای اینجا یه طرح بزرگی تحت عنوان پلازای مرکزی شهر طراحی کردن. شاه اون موقع آمد تایید کرد و قرار شد که این کارو بکنن. اونم خوشبختانه نشد. البته بگویم که همزمانی که این تفکرها در جامعه بود، تفکر متقابلش هم بود و اون تفکر این بود که اودلاجان نگین شهر تهران هست و در حقیقت هویت شهر تهران هست و به دلایل متعدد ظرفیت ثبت جهانی شدن هم داره. این تفکر بیشتر بین روشنفکرها و دانشگاهی‌ها اینا بود که من یادم هست. ما البته بعد از این سالها دانشگاه بودیم، من سال 50 وارد دانشگاه شدم، ولی تتمه این تفکرات بود و اودلاجان به عنوان یک آزمایشگاه شهر تهران مطرح بود. ما یادم هست که بیشتر کارهای دانشگاهیمون رو و تحقیقات دانشگاهیمون اینجا بود.
بعد از انقلاب هم ظلم شد به اون. حدود 20 سال پیش این پهنه بزرگ برازجان رو خریدن و تصحیح کردن که چه بکنن و چه نکنن. الان مخروبه مانده، بیش از 20,000 متر مربع همین در کنار همین خونه ما این پایین زمین است و زمین‌های دیگه‌ای هم هست. ولی با تمام اینها این محله پایدار مانده، چون محل است، چون نشان تاریخی داره و شأنیت داره. جالبه به شما بگم که اولین کوچی که آدم‌ها از اینجا رفتن به اطراف خیابون ایران بود، بعد دیگه یواش یواش رفتن طرف دروازه شمرون و بعدش دیگه الان تعدادی از اینا تو دروس اون طرف رو زندگی میکنن. تعدادی هم رفتن خارج و همین که تعدادی رفتن خارج و جای دیگه و مثلا دروس، اولا نشون میده که اینا خانواده های متمولی بودن. چون متمول بودن که زندگی راحتی هم این ورانور دارن. همین مسئله باعث شده که خانه هایی که اینجا هست و بسیار خانه های خوبی است، ولی صاحبانش نیاز ندارند، نه به فروشش نیاز دارند، نه اینکه بازسازی کنن استفاده کنن، رها کردن. یعنی در حال میتونم بگم که پول زیاد، ثروت زیادی که دست مالکان این خونه های متروک اینجا هست خودش شده یک بلا. ما در هر حال به این نتیجه رسیده بودیم که اگر میخواییم خدمتی به تهران بکنیم، به بافت تاریخی بکنیم، دیگه شعار ندیم، خودمون بریم اونجا زندگی کنیم. برای تک تک بناهای اونجا کلی ضابطه و الزامات تعریف کردن و در تقدیس کاهگل و خشت و اینا صحبت میکنن، ولی خودشون حاضر نیستن بیان اینجا زندگی کنن. ما گفتیم ما میریم. ما سال 95 یه گروه بزرگ بودیم، 11 تا مجموعه بودیم، انجمن مجموعه داران بود، و تصمیم داشتیم که اعضامون رو تشویق کنیم که بیان اینجا. سال 95 ما در آستانه توافق بودیم با شهرداری منطقه 12 که این پهنه بزرگ رو اعضای این گروه ها به عنوان پردیس مرکزی تهران به صورت مسکونی و اداری بازسازی کنیم. بالاخره در یک اتفاق جالب دیگر، سازمان عمران بهسازی که الان شده شرکت بازآفرین شهری، اصرار تمایل کرد که ما این حرکت رو تو چاله میدان انجام بدیم، چون اونها در چاله میدان پلاک‌های زیادی داشتن. ما هم در اودلاجان هم در چاله میدان دنبال این نبودیم و نیستیم که به ما زمین بدند، به ما خانه بدن. ما گفته بودیم شما این خونه هایی که اینجا دارید یا زمین هایی که دارید ما میخریم، تک تک ما میخریم. ولی چرا آمده بودیم با اینا صحبت میکردیم؟ به این خاطر که اینا تعداد زیادی خانه داشتن، ما وقتی که میامدیم به صورت گروهی میتونستیم بیایم، تک تک بیایم یه جایی رو بخریم شهید میشه پروژه. یعنی خیلی حساب کرده بودیم و فکر میکردیم که اگر مثلا توی چاله میدان که عمران بهسازی 79 پلاک تخریب شده داشت و ما میخواستیم اینها رو چیز کنیم و جاهای مختلف، و حتی توافق اینجوری کردیم که دبیرخانه درست شد با یه سرمانی خیلی رسمی تو خانه وارتان با حضور 70-80 نفر یک تفاهمنامه امضا شد. دفتر مشاور ما شرکت اردیبهشت مهرازان شد دبیرخانه این حرکت. معاون وزیر آقای الان اسمش یادم رفته، نه بعد از آقای ایزدی، ایشون تفاهمنامه رو امضا کردن. نمایندگان 11 تا جامعه صنفی هم همه اونجا بودن، این تفاهمنامه خیلی شیک‌پیک رو امضا کردن. موضوعش این بود که ما دبیرخانه به صورت مجانی به عهده گرفتیم که تمام مسائل مربوط به اسناد و مدارک اون پلاک‌ها رو در بیاریم، قیمت گذاری بشه و بفروشن به ما، بریم تک تک اینا رو بسازیم و نهایتا میشد یک جوری موزه معماری معاصر ایران. 39 تا پلاکش کاملا آزاد بود، همه اینا قیمت گذاری شد. وقتی قرار شد که واگذار کنن و ما نقشه ها رو داشتیم میکشیدیم، وزیر راه و شهرسازی عوض شد، یا آقای دیگه اومد، معاون دیگه اومد، آقای مهندس پژمان اومد. آقای مهندس پژمان هم گفت من به اینجور چیزا اعتقاد ندارم، نه من میدارم همه اینا رو به یه تسهیلگر بزرگ خودش میاد هر کار میکنه، نه اون شد نه این شد. و
در یک چرخش دوباره ما دوباره گذارمون به اینجا افتاد و شهرداری منطقه 12 به ما گفت فعلا بیاد یه دونه خونه ما داریم اینو ببینید چیکار میکنیم. و ما دیگه راستش خواهیم خسته شده بودیم و داشتیم میباش آمدیم اینجا. دفتر مهندس مشاور ما اردیبهشت مهرازان قرارداد بی او تی با تشریفات دولتی خیلی سفت و سخت با اینا بست بعد از مزایده و مناقصه از این حرفا ما اینجا رو شروع کردیم. علت اصلی که تا گفتن که اینجا میتونیم و ما هم قبول کردیم سوای این گذشته ای که گفتم این بود که این خونه هندسه خیلی جالبی داره، یعنی برای یک بیننده معمار از همون اول که وارد میشه جالبه. ما وقتی آمدیم این حیات دیدیم گفتیم میخواییم و اصلا مخروبه بود. من در همین حد بگم که حتما شما شنیدید ما برای اینکه اینجا رو آماده کنیم برای بازسازی اینا بیش از 45-6 کامیون نخاله بردیم بیرون، زباله بردیم بیرون، زبالای متعفنی که ناشی از ترک شدگی امارت بود و معتادای اینجا بودن و کلی مسائل دیگه. و بعد شروع کردیم. البته در ادامه راه دفتر مشاور ما به خاطر که امکانات مالی نداشت ما جذب به اصطلاح تأمین مالی کردیم با دوستان سینماییمون و اینجا رو شروع کردیم، پولمون آوردیم و بازسازی کردیم با یه قرارداد بی او تی با شهرداری منطقه 12 برای 15 سال. اون چه که مهم هست اینه که نتیجه کار بسیار بسیار بیش از اونی بود که ما انتظار داشتیم. با همین یک خانه که ما اینجا مرمت کردیم دقیقاً مثل تب سوزنی که یک نقطه ما تحریک میکنیم این بدن داره حرکت میکنه، محله تأثیراتش رو حس کرده. اولین تأثیرش این بود که این کوچه بنبست ما که مأمن افراد آسیب یافته بود، کسی از کنارش رد نمیتونست بشه، الان که آباد شده که هیچ، شعاع نفوذ اون آدم ها عوض شد. تفکر بسیار مثبتی به این که میشود مخروبه ها رو بنا کرد به وجود آمد. اهالی محل بسیار بسیار کمک کننده و یاری کننده ظاهر شدند. البته یکی از دلایلش هم بود که این بنا باعث امنیت اونجا شده بود خب. و تأثیر گذاشت که دیگران به فکر بازآفرینی و احیا بیفتند. یکی از دلایلی هم که ما اینقدر موفق بودیم بیش از اونی که فکر میکردیم، شما تصورشو بکنید اگر عوض همین یه دونه همزمان 10 تا خونه 20 تا خونه میومد به دایره احیا واقعا منطقه متحول میشد. الان من امیدوارم آقای پژمان اینو بشنوه که نذاش ما توی چاله میدان این کارو بکنیم، 39 تا پلاک رو دوستان دیگر ما بشنون تو مدیریت شهرداری اینو. تنها راه نجات بافت تاریخی اینه که گروه های مرجع بیان اینجا، چون آدم های اصیل گذشته اینجا به سختی دیگه دوباره برگردن، آدم های هموزن اونها باید بیان اینجا. بگذاریم که با همین یه دونه کاری که ما انجام دادیم حداقل من میتوانم به قاطعیت بگویم که تعدادی از آدم ها که قصد داشتند بروند دیگه نرفتند. اصلا هنر ما این نیست که خوب و زیبا مرمت کردیم، ما اینجا یک کار اجتماعی کردیم. کار اجتماعی ما این هست که یک، وقتی شروع کردیم به کار به اینجا در کارگاه را نبستیم. اهالی محل می آمدن، بچه کوچولوها می آمدن، دانشجوها می آمدن، مدیریت شهر، هر کسی. و این خودش باعث شد که ما به صورت جزیره اینجا نمونیم، اهالی با ما بودن. این یک. دو، ما تقریبا 3-4 ماه بعد از اینکه شروع کرده بودیم کار رو، شروع کردیم به انتشار یک نشریه یک برگی A4 پشت رو به اسم اردیبهشت اودلاجان. اینو هر چهارشنبه صبح ما منتشر میکنیم. یه چند تا دونه رو این خانم رازقی که بقالی داره اینجا اون توضیح میکنه، یه چند تا دونه رو اون آقای اوسا محمود که سلمونی داره اون توضیح میکنه، بقیهش هم بچه ها میان میبرن یا مهمانامون که میاد بهشون میدیم و به صورت دیجیتال هم بسیار خوب پخش میشه. سومین کاری که کردیم این هست که به اسم همین خونه
و به همین نشانی ما یک مؤسسه فرهنگی هنری چند منظوره به ثبت رسوندیم و پروانه فعالیتمون رو از وزارت ارشاد گرفتیم که من و آقای توحیدی و آقای کیانیان هستیم. ما میخواییم به محله بگیم که شما یک مرکز فرهنگی هنری دارید که یک هنرمند معتبر سینما، یک فیلمنامه نویس معتبر و یک معمار آمدند در خدمت محلن و میخوان اینجا کار فرهنگی و هنری بکنند. انصافاً هم باید گفت که در کلیه مراحل احیا و مرمت اینجا مدیریت شهری مانع برای ما نتراشیده، کمک ما هم کرده، کمک ما از این نظر که اشکال تراشوی بی خودی اینا نداشتند، از اداری ما رضایت نکردن، مرتب آمدن، دیدن، توی صفحاتشون گذاشتن، این ور اون ور تبلیغ میکنن. به شما میتونم بگم به غیر از آقای حناچی تمام مدیران شهری اینجا آمدند و همه اینها خوشحال ما میکنه که یک کاری اینجا داره میشه. همیشه این جلسه ها توی مثلا خانه هنرمندان بود، توی عرسباران بود، توی نیاوران بود، کاخ سعدآباد بود، یک گوشش هم ما کندیم آوردیم اینجا و تاثیر مثبتی داشته. از نظر کالبدی همینطوری بوده. اینجا که آباد شد، این خونه بغل دستی که یک مخروبه بود خریداری شده بود که بکوبن و انبار بسازن، چون صاحبانی که اونجا خریدن کارشون بازرگانیه. آمدن اینجا رو دیدن، دو سه باری که آمدن رفتن پشیمان شدن، اونجا رو هم سپردن به ما و حتما خودتون رفتنی دیدید و میبینید که چه خونه قشنگی شد. اون همسایه کنجی ما یه روز آمد قبل از عید، اینا فولکلور محله است به نظر من خیلی زیباست، یه روز آمد اینجا گفتش که مهندس شما اینجا رو ساختید قشنگ شده، این خونه رو هم دارید تموم میکنید قشنگ شده. من خجالت میکشم دیوارای خونه من اینطوریه، نمیشه کارش کرد. ما گرفتیم اون دیوارا رو، سیماناشو ریختیم پایین، ازاره بندی کردیم با سنگ، سردر خونهشون رو که سیمان کشیده بودن همین رو آوردیم پایین، آجراش پیدا شد، دانه گذاری کردیم، بند کشی کردیم، بدنه تمیز شد، سن بلاش کردیم، شسته شد، خیلی فرق کرد. وسطای کار من یادم روز تولد امام علی بود، ایشون آمد اینجا یه دیست شیرنی آورده بود، همش هم میگفت چقدر پولش میشه، میگفتم حالا باشه بند. یه دیست شیرنی آورده بود، پد کنارش هم یه جعبه کوچیک بود، من نمیتونم باز کردم دیدم یه انگشتره تمام نقره از اون مشتای حاجی ها با عقیق که روشم نوشته یا امیرالمومنین، آورد به ما که آقای مهندس شما رو من هر شب دعا میکنم، اینم هدیه من به شما. ببینید اصلا توی عرف محله این نهایت احترام به آدم، این مناسبات محلی فقط و فقط به خاطر آباد شدن اینجاست. قبل از آباد شدن اینجا هیچ که با من کاری نداشت که، اصلا من کسی نیستم که، ولی وقتی دیدن یه کسی آمده اینجا رو آباد میکنه و آباد کردنمون هم به صورت پیمانکاری نبود که بیایم داد بزنیم آقا این کار کنه اون کار کنه، ما صبح تا شام اینجاییم. من میگم که اگر تصمیم بگیریم، کسای مثل ما، بعضی هم میگن مجنونای مثل ما، اصلا کاری به دولت نداشته باشه، بگیم مثلا میخوایم بریم یه خونه رو بخریم آباد کنیم توش زندگی کنیم دیگه، عوض اینکه بریم تو خیابون مثلا نارمک بیایم اینجا. این فقط میطلبه که نمونه های این شکلی یه چند تایی به وجود بیاد، الگو بشه و این اتفاق بیفته. ببینید توی تونس هم این اتفاق افتاده، تو بارسلونا هم این اتفاق افتاده، مردم خودشون احیا کردن، شهرداری ها فقط کمک کردن که دستانداز زیر پای اینا نباشه. یکی از زیباترین سردرهای اینجا بود، از اون سردرهایی که دو گوشواره است و تمام نقوشش نقوش برجسته آجر بوده. اینو یکی از مثلا صاحبان اینجا از ترس این که مبادا میراث بیاد صاحب بشه شکنه، خودش شکنه، الان پشیمونه.